عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-1113 310-444-1113 دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. با سلام و درودی، سلامی چوبوی خوش آشنایی شما عزیزان رو امروز همراهی میکنم. خیلی خوشحالم باز دوباره جلوی این میکروفون و جلوی این دوربین قرار گرفتم که با شما ها در ارتباط باشم. با شما که پر از مهرین، پر از عشقین، چقدر پیاماتون واقعا دلنشین. من به هر حال تشکر قلبی خودم از شما ها همیشه ابراز میکنم و ممنونم که وجودتون، فطرتتون، چون فطرت شما بر مبنای محبت و عشق و ایثار هستش، از کلماتی که با فطرت شما عجین هست و جز فطرت ما انسان هاست که اون محبت و عشق و دوستی رو میخوایم عرضه بکنیم، بنابراین به خاطر همین به دل شما میشینه، چون سخنی که از دل براید لاجرم بر دل نشینه. امروز پیغام خودم اینه که انسان با فطرت کمال طلبی دنیا میاد و ما همه به هم وصل هستیم. یاد بگیریم امروز اقلا با توجه به این که الان به هر حال ماه عبادت هستش و دوست داریم خودمون رو تصفیه کنیم، کلیر کنیم، یه جوری محبت رو در دلمون بیشتر کنیم، یاد بگیریم که همه با هم دیگه جزء پیکره واحدی هستیم و بدونیم که ما خودمون همه جزئی از این پیکره واحدیم، همه به هم وصلیم. بنابراین اگه یک تن واحد خودمون رو فرض بکنیم، هیچ وقت به دیگه آزار نمیرسونیم، اصلا نمیتونیم ضربه و آسیبی به کسی بزنیم، چون به خودمون برمیگرده، یعنی داریم به خودمون ضربه میزنیم. اینو باید یاد بگیریم. ولی اون کینه و نفرت و توقع و قضاوت و تمام اینایی که ما از دوران کودکی یاد گرفتیم، اینا رو باید یاد بگیریم که آروم آروم برگردیم به فطرت انسانیمون. امروز یه مقدار میخوام بهتون بگم ما انسان بودن رو بیاموزیم. با خودتون فکر کنین که ما چطوری میتونیم یه انسان با ارزشی باشیم، چطوری میتونیم فطرت انسانیمون رو زندگی بکنیم. گفتم آدم شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل. همه آدم دنیا میان، حالا اینکه بتونیم توی این پروسس و مراحل رشد چطوری خودمون رو تغییر بدیم، چطوری خودمون رو بر مبنای فطرتمون تنظیم بکنیم. ببینید فطرت ما بر مبنای عشق، محبت، دوستی، خدمت ایستاره و اگر یاد بگیریم بر مبنای فطرت خودمون زندگی بکنیم، یعنی بر مبنای آن چیزی که براش آفریده شدیم، اون موقع استش که دیگه نیازی نداریم گله کنیم، شکایت داشته باشیم، توقع داشته باشیم، انتظار داشته باشیم من به اون این کاری کردم اون جوابش اینو داد. چندین بار و هزاران بار فکر میکنم توضیح دادم در مورد اینکه اگر ما محبت میکنیم، انسانیت میکنیم، حالا اون آگاه نیست که پاسخشو به همونطوری بده، این به هر حال توی کالبد علی ما میمونه و ما بلنس موقعی میشیم که اون نیکی که فرستادیم از خودمون صادر کردیم، وقتی چیزی که از خودمون goes around comes around، یعنی خود امریکایی هم میگن اون چیزی که خودت ساته میکنی برمیگرده به خودت. حالا
اونا رو ما بیایم تجربه کنیم و اونا رو برگردونیم. امروز در این رابطه که میخوام یاد بگیرم باورهای خودم، من این کتاب جادوی باور که نوشتم خیلی خیلی تکنیک توش بهتون یاد دادم، بسیار براتون خیلی کار میکنه برای تغییرتون و اون تکنیک ها رو که باش کار بکنی. البته الان در دست تایپ هستش تا بره زیر چاپ و این باورهای ماست، باورهایی که به ما تلقین شده، ما هیپنوتیزم شدیم با باورهای دوران کودکمون، باورهایی که پدر مادر تلقین میکنن، باورهایی که جامعه تلقین میکنن، باورهایی که از طریق معلمامون، از طریق جامعه انسانی، از طریق اطرافیان، تمام این باورها رو ما فکر میکنیم خودمون این باورها رو به وجود آوردیم. این باورهای القا شده است و ما اینا رو پذیرفتیم، درونی کردیم و شرطی شدیم. حالا ریاکشن ما اگه یکی برخلاف میل ما حرف بزنه، عکس العمل ما اینه که یه دفعه براشفته میشه، میخوایم پرخاش بکنیم. بعد میگیم دست خودم نیست. من یک کلاینتی داشتم که چند روز پیش با من صحبت میکرد، میگم خب دست خودم نیست، من خشمگین میشم، فریاد میزنم، داد میزنم، یه چیزی رو پرت میکنم، میندازم، میشکنم. چی دست ما نیست؟ همه چی دست ماست. دست من نیست ما مسئولیت ما رو سلب نمیکنه. مسئولیم در مقابل هر عملی که انجام میدیم. حالا ما عملی که انجام میدین چیه؟ پرخاشه؟ دست خودم نیست. خیلی خب دست خودت نباشه، مهر محبت نشون بده، گذشت نشون بده، لبخند بزن، مهربانی کن، حتی در مقابل آدمی که بر سر ما فریاد میکشه. این تکنیک رو من بهتون یاد میدم. وقتی یک کسی بر سر شما فریاد میکشه، میخواد انرژی های شما رو ساک بکنه، بگیره. و ما پاسخ اینو الان بهتون میدم. بزنین با این تلفن صحبت کنیم. درود بر شما عزیزم. درود بر شما. خواهش میکنم بفرمایید. خانم دکتر، ما به امثال شما افتخار میکنه که مفید جامعه هستی. خیلی لطف داریم. منم به وجود هموطنان عزیزم افتخار میکنم، به خصوص هموطنانی درون ایران واقعا پر از مهر و عشق و محبت هستم و من دست گرم همشون رو میفشارم از راه دور. خواهش میکنم، شما لطف دارید. خواهش میکنم. خب خانم دکتر، یه سوال از خدمتتون داشتم. خواهش میکنم بفرمایید. به شما عرض کنم که 3 بچه دارم. بله. 2 دختران اولی از 3 پسره. بله. خب دو تا در درس موفق بودن که اولیش رتبه اول کشور آوردش در فوق لیسانس، که خب اونا مسئلهش اصلا جداست. این پسر من فوق العاده درسش خوب بود تا 3 راهنمایی. بله. که تو 4 دبستان المپیاد ریاضی استانی 1 شد و در کشورم خودم که روشو گرفتم نمیخواستم بره. آها. حالا به دلایلی که مربوط به خودم و خانواده میشد. بله. وارد دبیرستان که شد افت تحصیلی بسیار زیادی داشت که الان سال 3 شد یکی از درساشا افتاده است، یعنی زیر نمره 10 شده است. آو. و فوق العاده با رفیقاش بیرون تو میده. آها. و رفیقاش روش اثر گذاشتن، شاید هم اشتباهات ما بوده است، نمیدونم. حالا از شما راه نمایی میخوام که ایشون رو فعلا از درس ببریمش کنار به سمت کار، چون در سال آخرش بوده است. ایشون رو از درس ببریمش کنار به سمت کار متمایلش کنی، آیا مثلا زیاد دخالت تو کارش نکنی، بذاریم خودش بره به اون سمت که دلش میخواد. این از شما راه نمایی میخواستن، زیاده مزاحمت نمیخوام بشم که به پشت سر یه مارم. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید. خواهش میکنم، ممنونم از شما هموطن محترم. بچه های شما مشخصا آدم های بچه های باهوشی هستن، اسمارت هستن، پس بنابراین ما به نظر من بچه‌ای که آمادگی داره که تو المپیاد ریاضی بتونه مقام اول به دست بیاره، میتونه تلویزیون گوش بده اگر دلتون بخواد.
مشکلی ندارد، ممکنه سوالی داشته باشید نگر میدارم گوشی که سوالی داشته باشید در خدمتتون باشم. اوکی باشه، چشم. و این بچه علی تاقل سوال داشتم، وقتی که تا سوم راهنمایی به این شکل بود بعد چی شد؟ حالا چه اتفاقی، شما گفتین شاید تقصیر ماست، چه اتفاقی در خانواده افتاد که فکر میکنین یه چنجی، یه تغییر این شکلی در نگرشش، در رفتارش، در انتخاب راهش پیدا شد؟ در خانواده چه اشکالی به وجود اومده به نظر شما؟ به شما عرض کنم که ما قبلن در محل جایی نشسته بودیم که بخاطر ساخت و ساز خونمون جا به جا شدیم، نزدیک یه پاساژ شدیم که قبل خونه قبلی اونا بیرون و تو به اون شکل نمیرست. بعد که اومدیم نزدیک اون پاساژ، حالت پاتوقش اون پاساژ، یه چند بار که رفت بیرون و تو، اول خیلی رفیق نداشت، حالا خیلی رفیق پیدا کرده، خیلی هم نصیحتش کردیم که رفیق خوبا انتخاب کن، احتیاج نیست که خیلی رفیق داشته باشی، رفیق گلچین بکن و باشو رفت و اومد بکن، طوری نیست، اشکالی نداره، بیرون و تو برو سند ایجاد میکنه این کارا، احساس میکنن رفیقا روش اثر گذاشته باشن. خب نه که بخواییم خودمونو تبرئه کنیم. و خب شما رفتارتون چه تغییر کرد؟ یه مقدار ما شل به اصطلاح خودمون وادادیم. فکر میکنی اگه سفت میکردین چه جوری میشد؟ یعنی فکر میکنین اگر اونو میگرفتیم زندانیش میکردیم، به زور میخواستیم نذاریم بره، بعدم همش از صبح نه 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 نصیحت ها بر اکس بفرمه. نه نه اصلا نذارم، اصلا اینطور نبوده است که بخوام زندانیش کنم یا مثلا با دعوا، با پرخاشگری یا فیزیکی بخوام برخورد کنم. ما باید همه اول زودتر به دکتر روانشناس مراجعه میکردیم، دیر شد و چند دفعه هم بردمش پیش دکتر روانشناس باش صحبت کرده، خیلی نتونستیم نتیجه بگیریم، بهتر شده تا، ولی اونطوری که باید و شاید نتونستیم نتیجه بگیریم. ببینین روانشناس مثل مثلا پزشک خانواده یا فامیلی فیزیشن دکتر خانوادگی نیست که مثلا یه بار بری یه نسخه بده بگی حالا من مثلا گلو درد دارم یا مثلا این گوات رو من خوب کار نمیکنه، بگه خیلی خوب این نسخه داروه، ما مثلا ما یه دفعه هم ریفیلش کنیم اینو دوباره استفاده کن. وقتی میریم پلو روانشناس مداومت لازمه، این خوم رنگ رزه نیست که ما ذهنمون و باورامون طی سالیان به وجود اومده، یه چیزی نیست که بشکن بزنیم حالا یه چیزی بگیم اون فوری تغییر کنه، نیاز هستش که مداومت داشته باشه. مشاوره که میرین با روانشناس که صحبت میکنین، یه جلسه که نمیتونه، باید این یاد بگیره اون پدران و الگوهایی که الان جدیدن خوبال برای خودش شرطی کرده یا اون الگوهایی که از قبل بوده، حالا من نمیدونم اعتماد به نفسش که خوب بوده تا موقعی که تونسته مثلا المپیاد ریاضی رو اول بشه، و روشتون فقط همون که محلتون رو عوض کردی، این چنج خودش میتونه تاثیرگذار باشه به خاطر اینکه یه دنیای وسیع تری رو این در اطرافش دید و با افراد گوناگونی آشنا شد. ولی اگر این همه پدر مادر رو بدونین، این واقعا این آگاهی رو داشته باشه، اگه به بچت بگی با این نرو، این بده، یا مواظب باش، یعنی ما داریم توهین میکنیم به بچه مستقیم، یعنی تو نمیفهمی از بالا به پایین، من میفهمم، اگه به حرف من گوش ندی بد میبینی یا با دوستای بد نرو، تا لازم نیست 100 تا دوست داشته باشی 3 تا انتخاب کن. چطوری که ما به خودمون اجازه میدیم تمام مدت فکر کنیم ما علامه دهریم، من مادر، من پدر، و هی بخوایم بهش راه نشون بدیم؟ آیا خود ما راه رو درست رفتیم؟ خود بدن مادرها که فکر میکنن هیچ راه اشتباهی نرفتن و هی میخوان اون بچه رو برین واشش کنن، هیپنوتیزمش کنن برای رفتارهایی که ما خودمون تو ما شرطی شده، پدر مادرهای ما به ما یاد دادن. گفتم یک کلاینت من داشتم که آمد، یه آقایی بود پسرش آورده بود و گفتش که این پسر من مثلا ریاضیش خوب نیست، در صورتی که من خودم استاد دانشگاهم، استاد ریاضی هستم و این خیلی بر من عذاب دهنده است فلان فلان.
و بعد من جدا که بعدم با پسر آقا پسر صحبت کردم، پسر گفت بابای من منو با کمربند میزنه، تنبیه میکنه به خاطر اینکه من نمره ریاضیم کم شده. پسر 15 16 ساله بود. بعد که من با اون آقا صحبت کردم گفتم که روش ارتباطیتون با بچه‌تون به شکل پرخاشگری و خشونت آمیزه، کی روش کتک زدن رو به شما یاد داده که با کتک زدن و با تنبیه های بدنی و اینا شما میتونین اونو به راهی که خودتون میخواییم بکشین؟ گفت آخه خانم دکتر من بابام یاد گرفتم، بابام ما رو با کمربند میزد، میگفت میخوام آدم بشین. گفتم حالا شدین؟ و اینه، یعنی پدر مادرها روششون هم پدر مادرها خودشون یاد میگرن، بعد فکر میکنن روش اونا درست بوده، نه مطالعه میکنن نه مشاوره میکنن، یا حالا فکر میکنن یه سک سک برن پلو یه دونه مشاوره یه جلسه کافیه. نه، وقتی میرین نیاز هست. مثلا من واقعا میبینی 6 ماه با یه کلاینت داریم کار میکنیم تا این پدرناش عوض میشه، یه دفعه اصلا بر میگرده به یه زندگی جدید، چون باورهای آسیب زننده ای که ما از دوران کودکی از جامعه از اجتماع اون قسمت های اولیش از پدر مادر همه اینا رو میگیریم، اینا میمونه تو ذهن ما، باورای ما از اون به وجود میاد و این باورها آسیب زننده است. باورایی که بعضیش آسیب زننده است، تو حقیری، تو نمیتونی، تو بچه خوبی نیستی، تو قادر نیستی، تو این اشکالو داری، همش اونا رو تو ذهنمون دیگه خودمون به خودمون میگیم. اون موقع هستش که دیگه پدر و مادر رو جانشین میکنیم تو مغز خودمون، پرنس والدینی که دیگه تو مغز ما جانشین شدن، یا سوپرگو یا وجدان ما رو دیگه خودمون اداره میکنیم. و بر مبنای چی؟ بر مبنای بکن نکنهای پدر مادر، و اونا رو تو ذهنمون شرطی کردیم و تکرار میکنیم و این باورها آسیب زننده است. ما یکتا هستیم، انسان بودن رو یاد بگیریم. چجوری میتونیم انسان خوبی باشیم؟ ببین، میتونیم آدم باشیم. آدم خوب با انسان خوب فرق داره. آدم خوب شرطیه، بر مبنای گذشته هستش، عکس میکنه، بلد نیست نبگه، از گذشته میاد، تمام اکتاش، اکشناش، اعمالش از طریق این هستش که شرطیایی که در گذشته بوده، مهرطلبی داره، میخواد یه لبخند بزنه، اون آدم خوبیه که میتونیم پیش بینیش کنیم که بگه این آدم خوبه به خاطر اینکه مثلا مهربانه، میاد به ما کر میکنه، برای ما صندلی میذاره و برای اون نمیدونم یه بالش میذاره پشتش، به هر حال یه جوری میخواد چیکار کنه، خدمت کنه. این خدمت ها یعنی مهرطلبیه دیگه، به این شکل. بعد خودش ناراضیه در نهایت، چرا؟ برای اینکه گذشته میاد، چون پدر مادر ازش راضی نبودن تو ذهنش. خب پدر مادر بهش گفتن تو درست نیستی، تو تنبلی، یا تو نمیدونم بچه خوبی نیستی، تمام اینا رو این تو ذهنش با خودش شرط کرده. حالا خودش جانشین به دمادر شده، هی میخواد خوب باشه برای دیگران که تایید بگیره، و چون نمیگیره شب میره خونه خسته است. اما انسان خوب هم بلده نبگه. آدم خوب گریه نمی کنه، همش یه کش میبنده به لبش، همش میخنده که اون گود لوکینگش رو نشون بده، من خوبم، من مهربونم، و تو قلبش یه چیزی هست مثل اون دلقکی که میگه من برای اینکه شما رو بخندونم دارم این اعمال انجام میدم، ولی تو قلبم داره خون میریزه یا اشک میریزه. حالا این آدم هم همینطورن، دارم اینا رو وانمود میکنم من اینم، و هیچ وقت راضی نیستن. این میشه آدمیه، آدم خوبی که قابل پیش بینیه، میتونیم بگیم آه اون آره اینطوریه، خیلی خوبه، یا مثلا حساسه. اینا رو میتونیم رو اون آدمه پیش بینی کنیم. ولی انسان خوب، انسان خوب کسی که به موقع میخنده، به موقع گریه میکنه، نگفتن و بلده، به خودش اعتماد داره، از گذشته نمیاد، در لحظه حال زندگی میکنه و یاد میگیره انسان بودن، به قضاوت، توقع، نمیدونم خشم، کینه، نفرت، کامپنسنت، ریونج یعنی انتقام، همین چیزایی که میخواد جبران کنه، هیچ کدوم از اونا تو وجودش نیست. انسان خوب رو به کماله داره میره پله پله تا ملاقات خدا، یاد میگیره که اون فطرتی که در وجود ما هست که روح خدا در ما دمیده، اون فطرت اولیه رو ما برگردونیم، نیایم تحت تاثیر تربیت والدین، تربیت اجتماع، تربیت محیط، نمیدونم مدرسه، هر چیزی، دوستان، یاران، بخوایم خودمون بریم توی اون خط، یاد بگیریم
روی اعتلای خودمون، روی کمال رفتاری خودمون از گذشت بیایم، از پذیرش بیایم، آدم ها رو بپذیریم، ازشون قدردانی بکنیم، از خودمون اولا و خودمون به اندازه کافی دوست داشته باشیم و برای خودمون ارزش قائل باشیم. تا وقتی که من برای خودم ارزش قائل نیستم، نمیتونم کس دیگر رو دوست داشته باشم و ارزش براش قائل باشم، برای اینکه خودم بی ارزشی میام. اما وقتی ارزش به خود رو زندگی بکنم، دیگه برای دیگرانم اون ارزش رو قائلم. بچه شما هم اگر نیاز به تراپی داره، اگر با یک تراپیست صحبت کنه، ما نه نصیحت میکنیم نه به بچه میگیم تو بعدی، تو این کارت اشتباهه، با دوستات با این نرو، با اون برو، چشمتو باز کن. ما نصیحت که ما نمیکنیم. ما توانایی های انسانی که همه این توانایی ها رو داره، توانایی هاشو میخواییم که بیلداب کنیم، بیاد درونش، بیاد بالا و خودش رو هیل بکنه، شفا بده. ولی پدر مادر فقط میخوان دستور بدن. من چون پدر مادرم میفهمم باید اینو رفتار کنیم. بچه های ما گلدون گل روی میز ما نیستن. بچه 3-4 ساله هم اینجا ما میبینیم که اصلا هیچ گونه اطاعتی هم پدر مادر نمیکنه، کار خودش هم میکنه. چون اون حالت ایگویی که انسان ها دارن، میخوان من خودشون رو به ثبوت برسونن. وقتی که ما اونو خدشه دار بکنیم، آسیب بهشون میزنیم، اونها رو تأثیر پذیر، تحریک پذیر، بعدم اونا میخوان درست یک کار رو بکنن. یعنی ناخودآگاه بشر آن چیزی رو که ازش ممانعت میکنن، دوست داره اون کار رو انجام بده و به سمت اون بره. حالا بگیم ما این نرو. من اتفاقا یک کلاینت داشتم، یک خانم بود که میگفت این دختر من با یه دختر خانم میره که مال دخترش 12-13 سالشه، میگفت اون دوستش همش موهاش رنگ میکنه، لباس اینجوری میپوشه، همش من به این میگم با این نرو، نه یاد نگیری ازش، به خاطر اینکه خب نمیخوام اون مثل اون بشه. گفتم خب وقتی بهش میگی نمیره، گفت اصلا یواشکی میره، اصلا به من نمیگه، به منم اعتمادم. چطوره که ما پیغامامونو این مدلی میدیم؟ این بده، باهاش نرو، اون خوبه، این کارو بکن. یاد بگیریم اون توانایی‌های بچه رو، آدم‌ها رو به کار بگیریم، بگیم خودت میتونی بسنجی، یعنی اعتماد به نفسش رو اینجوری میتونیم بیلد آپ بکنیم که بهش بگیم من مطمئنم که تو خودت خیلی خوب راه خودت رو میتونی پیدا کنی و اون حرکتی که تو انجام میدی مسلما به نفع خودته. دوست دارم خودت انتخاب بکنی که برای آیندت میخوای چیکار بکنی. آیا دوست داری ادامه تحصیل بدی؟ آیا دوست داری بری یه شغلی رو بگیری؟ اون چیزی که خودت انتخاب میکنی ملاکه، ولی نیاز هستش که نگاه کنی به قدرتات، به تواناییات، به هوشت، به درایتت و ببینی آیا واقعا دوست داری ادامه تحصیل بدی. پس go for it، برو برای اون. اگه دوست داری کاری رو انجام بدی، باز فکر کن، چون الان سنی هستی که بعدم پشیمون میشی چرا درس نخوندی. داریم کلاینت های کسایی که بعد از مثلا 10 سال رفتن سر کار، وای ما نرفتیم چرا، خیلی الان پشیمونیم، بعد میرن کلاس، همینجا میرن کلاس شبانه دانشگاه میگیرن. به هر حال میگن اون وقتی رو که تلف کردیم دوباره جبران کنیم. اینو اجازه بدین این قدرت رو باهاش مشورت کنیم، ولی با یک تراپیست هم توی ارتباط و مشورت باشین. منم حاضر هستم با پسرتون 20 دقیقه مشاوره رایگان بکنم. برای مشاوره رایگان با دفتر من تو ایران 0912-390-2686 زنگ بزنیم. برای این کتاب و سی دی منم برای پسرتون میتونیم بخریم و خودتونم استفاده کنین. سی دی واقعا نکاتی هست که آدم ها رو تغییر میده. الان دیروز من کسی رو دیدم که میگفت خانم دکتر اصلا تو سی دی شما رو من گوش دادم، تازه به دستش رسیده، از مثل که کانادا بود یا استرالیا یادم نیست، میگفت این من اینقدر تغییر کردم اصلا با اینکه یه بار گوش داده. ولی کسایی هستن که میگن ما 20 بارم بیشتر گوش دادیم و تمام جمله ها رو تو خودمون درونی کردیم و اینقدر دیگه قضاوت نمی کنیم، دیگه نمیدونم گوشه کنایه نمیزنیم، نمیخوایم انتقام بگیریم، نمیدونم توقعمون کم شدی. That's great. حتی کسایی برای من مسیج میفرستن که ما اینقدر تغییر کردیم، یاد گرفتیم که دیگه توقع نشته باشیم، یاد گرفتیم هم خودمون رو دوست داشته باشیم هم دیگرانه. اینا رو من دوست دارم تو جامعه ایرانی رشد بکنه. برای سفارش کتاب میتونیم با همون شماره 0900 که با یک سی دی میاد، این پکیجه، دوتاش با همه، 0912
390 20 برای شما پست میشه. اگه در شهرستان هستین پست میشه با آدرستون، در تهران هم همینطور یا پست میشه یا میتونین شخصا مراجعه کنین به دفتر من و ازشون کتاب رو تهیه بکنین. در امریکا هم میتونین تو وبسایت من برین، کسی که در اروپا همه اطراف هستن www.drparvinnizami.com یه آپشنی داره برای سفارش کتاب، اون پوش میکنیم و آدرستون رو همه رو میگیرم، به من ایمیل میکنم و دفتر من براتون اونا رو پست میکنه. برای کسایی که کتاب رو سفارش داده بودن همه کتاب ها پست شده، تا دو سه روز دیگه به دست همگی میرسه. من از شما آقای محترم ممنون هستم که در میون گذاشتید و خدا نگهدارتون. شاد باشید، خیلی ممنون، لطف کردیم، مرسی. ما برای آگهی میریم برمیگردیم. دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری های فک و صورت اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت ماهیانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. من اتفاقا در مورد همین دکتر آتوسا نیکاین که ارتودونتیست هستش، یعنی متخصص ارتودونسی داره از کلمبیا نیویورک، دختر من هستش. اولش میگفت من دلم میخواد دکتر عمومی بشم بعد برم جراح مغز بشم، خیلی علاقه داشت. وقتی صحبت کردیم باش مسئله این بود که یه سری اینکه شب بعد به هر حال آنکال باشی به عنوان یه خانوم که بعد مادر میخواد بشه، خیلی چیزایی رو که لازم بود کلیر شد و خودش انتخاب کرد. ببینین ما میتونیم راهنمایی‌ها رو بکنیم، راهنمایی‌مون بکنیم. 20 ساله بود دندان پزشک جنرال دنتیست شد و بعدم تو کلمبیا نیویورک دوره 3 ساله ارتودونسی رو تو 2 ساله نیمه تموم کرد و همیشه آنرد استودنت و شاگرد ممتاز بود. بنابراین ما نمیتونیم به بچه‌مون به زور بگیم تو اینو بخون چون من دوست دارم، تو اونو نکن، ولی میتونیم راهنمودای خوبی بکنیم، ولی آروم، یعنی بپذیریمش، به زور نخواهیم بهش بگیم انتخاب خودته. یه دونه پیغام براتون دارم. ما در مقام تسلیم و رضا اگر باشیم، گنجای معنوی زیادی رو میبریم توی درون خودمون. تسلیم و رضا برای هر شرایطی که داره، دارم آنچه که دارم، هست آنچه که هست. به زور همش خودمونو آسیب نزنیم، چرا اونو ندارم، چرا اینه من اینم، نه، دارم آنچه که دارم، راضی باشیم و شکرگزار و از باورها و دانش خودتون رو رها کنید. دانندگی هایی که آسیب زننده است براتون، وقتی که ما سرمونو خالی میکنیم، این ذهنمونو از این افکار متشتت رها میکنیم، پژواک ندای خدا رو میشیم، یه نی تو خالی که پژواک ندای خدا رو درون خودمون میشنویم. اینو امتحان کنین. درود بر شما، بفرمایید. سلام. خیلی متشکرم. داشتم به تو من در اصل مشاهده ازدواج افتاد داشتم خدمتتون. بفرمایید، خواهش میکنم. در اصل مشاهده ازدواج
خواهش میکنم. به تلویزیون گوش ندیم، به همین تلفنتون گوش بدیم. من در خدمتون هستم. چه مشاوری بفرمایید؟ خواهش میکنم. میخواستم بگم که من نمیدونم که واقعا خیلی سختگیرم توی انتخاب یا اینکه نه واقعا معیارم به این صورته. در این مورد میخواستم ازتون مشورت بگیرم که ببینم، چون تا حال ازدواج نکردم تو سن 35 سالگی، میخواستم ببینم که آیا واقعا به دلیل آسیبای کودکی بوده یا اینکه کسی که مد نظرم باشه و دوست داشته باشم پیدا نشده. در این مورد میخواستم ببینم که یه حد مشخصی وجود داره، مثلا اینکه یه سری مشاوره میگن باید طرف مقابل خیلی دوست داشته باشی و احساس خاصی بهش داشته باشی. چون تو کیسایی که توی مثلا یک دو سال گذشته داشتم و با هم دیگه در واقع یه تایمی گذاشتیم با هدف ازدواج، که در واقع هیچ کدومشون به اون احساس خاص نرسید که در واقع خیلی هیجان داشته باشیم و دوست داشته باشیم که برای همیشه با هم بمونیم. قبل از اونم که کلن اصلا خیلی تو فکر ازدواج نبودم و یه خورده از ازدواج ترس داشتم، ولی بعد از اون کیسایی که داشتم هیچ کدوم در واقع در مجموع اونقدر مورد پسندم نبودم. و خصوصا دو تا موضوعی که مشخص تر در موردش سوال دارم، اینکه در مورد ظاهره، چون ظاهر تو معیارهای من خیلی مهمه و در واقع اگه یه خانمی باشه که سایر خصوصیاتش و معیارها مثلا سایر شخصیت خانواده اینا خوب باشه ولی ظاهرش خیلی از نظر من جذاب خوبی نباشه، خیلی جذبش نمیشم برای ازدواج. یکی هم بحث سن، اختلاف سنیه که همینطور یه ذهنیتی دارم که معمولا جذب برای ازدواج بیشتر کسایی خوشم میاد که اختلاف سنیه 6-7 سال به بالا داشته باشن، مثلا 6-7 سال 8-9-10 سال. و کسایی که اگه مثلا اختلاف سنیه 1 سال 2 سال 3 سال داشته باشن مثلا خیلی احساس رغبت به این که بخوام رابطه طولانی مدت داشته باشم ندارم. میخواستم ببینم که در این مورد کدوم اینا مشکله، کدوم اینا معیار منه. خیلی اشکال دارین. بذاریم یه خیلی اشکال دارین، حالا بذاریم میگم براتون، ولی بخوام ببینم که تو رابطه هایی که با قبلی داشتین شما اونو ترک کردین دیگه، در حقیقت اون آدمو، یعنی شما رابطه رو قطع کردین یا اون؟ نه میدونم، در مثلا بعد از 2 سال شما اونو ترک کردین یا اون شما رو ترک کرد؟ من ترک کردم. بیشتر موارد من. آره، برای اینکه قبل از اونم با کسایی که دوست میشدم از اول من میگفتم ازدواج نمیخوام. بعد اون خانم بعد یه مدت گفتش که تکلیف رابطه رو معلوم کنم، من میخوام ازدواج کنم. من گفتم من ازدواج کنم، گفتم نمیخوام، بعدشون میره. خب ببینین، شما سپریشن انگزایتی داشتید، دارین. یه سری اینجوری هستن، ترس از طرد شدگی، زودتر طرف رو طرد میکنن قبل از اینکه احساس کنن طرد میشن. البته این تو ناخودآگاه آدم هایی که این استراب رو دارن، استراب جدایی رو دارن، سپریشن انگزایتی از بچگی به وجود میاد. ولی کسایی هستن که واقعا، من یک کلاینتی داشتم، یه آقا پسری بود، اونم میگفت تو رابطه میرم، بعد یکی دو سال فوری من قطع میکنم. بعد وقتی که به علتش واقف شد و باش کار کردم، فهمید که از ترس این که اونو ول نکنه یا به یه دلیل خودشو انقدر خوب و عالی نمیدید که بتونه رابطه رو ادامه بده، اون ترک میکرد طرف رو. حالا قبل از 2 سال گذشته رو رابطه قدیم همیشه طرف مقابل قطع میکرد، خاطر اینکه ایشون میگفت یا ازدواج کن یا رابطه رو تموم کن. ایشون قطع میکرد. خیلی خوب، برای ترستون بوده. بعد از ازدواج با هایی که اشنا شدم من قطع کردم. اصلا میدونم، همه اینا رو گفتین، ترسای شماست دیگه. این ترس ها کجا میاد؟ ترس، حالا ترس از طرد شدگیه، ترس از اینکه فکر کنین حالا یه ایدئالی باید بسازین و اینجوری باشه و اونجوری باشه و سن نشین. اتفاقا هرچی سن اینجا تو امریکا یا تو اروپا اصلا فاصله سنی رو اونقدر 10 سال معلومه که یه دختر که 25 سالشه بخواد با شما ازدواج کنه، هزارت مشکل براش به وجود میاد. الان من کلاینت هایی دارم، آخان دکتر شوهرم خیلی هم من بزرگتره، به خاطر همین اشکال داریم. چند سال؟ 7 سال. اون یکی میاد میگه مثلا 6 سال، اون یکی میگه 8 سال.
ده سال شما از شما کوچیک‌تر بشن، اصلا دو تا نسل جدا هستین. اون چیزی که به نسلتون نزدیکه، معیار سنی رو، اصلا سن یا عدده، به قول اینشتین که میگه عدد قراردادی که ما گذاشتیم و میگیم این سنش اونه و این اون زمان هم قراردادیه. ما اگر بخوایم همش خودمون رو توی این باورهایی که تو ذهن ما همینطوری مثل پتک میزنه بخوایم توی این باورها خودمون رو اسیر کنیم، هیچ وقت رها نمیشیم. یاد بگیریم ببینین کی اون تپش قلب رو در شما به وجود میاره. از قبل تعیین نکنید قدش این باشه و چشمش اونجوری باشه و تحصیلش این باشه و مادرشون باشه و پدرشون باشه، بعدم سنش هم این باشه. اصلا تعیین واسه چی میکنیم؟ یه چیزیه که میگه اون تقدیری که برای ما هستش خودش میاده. شما باید اون احساس رو به اون آدم پیدا بکنین، یه دفعه اون تپش قلب، بدونین که با ترسامون مشورت کنیم. شما تمام مدت داری با ترس نه اگر این اینطوری باشه نمیشه، اون یار من جور نیست، حتما باید زیبا باشه، حتما پس زیبایی نهایت اون حتی کمیکال اولیه، یعنی اون کشش که اولیه بین زن و شوهر به وجود میاد و اینقدر عشق و محبت، 6 ماه بیشتر طول نمیکشه و اون بعد از 6 ماه آنچه که باقی میمونه کردار، رفتار، معیارها، اون ارزشهای والای انسانیه، نه عروسک بودن یک زن یا یک دختر که اون توی مغزش این معیارا نباشه. مهم اینه که بفرمایید. خانم دکتر، من برداشتم از فرمایش شما این بود که خب کشش اولیه مهمه ولی بعدش اون معیار. خب من توی مثلا یک سال گذشته یه رابطه داشتم که با هم دیگه معیارامون و مثلا از نظر خانوادگی این چیزا با هم می‌خوردیم و ایشون هم خیلی آدم معقولی بود، به هم از نظر همه چی می‌خوردیم، ولی به قول معروف کمستری اولیه وجود نداشت. خیلی با هم دیگه معمولی بودیم، هیجانی نداشتیم، خیلی شوق زیادی برای دیدن هم دیگه نداشتیم. خب آره، یه رابطه من تقریبا میتونم بگم که 4 روز وارد شدم به خانمی که برعکس اون قضیه خیلی با هم دیگه اوکییم، خیلی به هم دیگه کشش داریم، خیلی دوست داریم هم دیگه رو ببینیم، از نظر معیار، از نظر خانواده و معیاری که تو ذهنم هر دو تایمون بوده احساس میکنیم که در واقع به هم دیگه میخوریم و خیلی هیجان و شوق و ذوق داریم برای ادامه رابطه و جدی کردنش. آفرین. و صحبت اون از اول جدی بوده برای ازدواج. اینو می‌خواستم بگم که از نظر شما این چقدر روش با توجه به این کمستری اولیه میشه روش حساب کرد؟ آره، اون کمستری خیلی مهمه، چون اگه اول اون کشش به وجود نیاد، حالا بخوای هی با خود تلقین کنی نه این حسنو داره، اون حسنو داره، مامانم میگه این اینجوریه، بابام میگه، نه. مهم اینه که اون کشش و جاذبه اولیه وجود داشته باشه و بعد شما هستیم. ببین، یکی از کلاینت های من یا آقایی بود که اومد توی تراپی، گفت خانم دکتر من الان با خانمم دارم زندگی میکنم چند سالم و اینا، دیگه اون عشق رو بهش ندارم، خیلی عادی شده و اینا، اون حس عاشق بودن رو ندارم. گفتم عشق احساس نیست، عشق یک فعله، یک عمله که تو باید انجام بدی، پس دوستش داشته باش، یاد بگیر، تمرین کن دوست داشتن اونو. نه اینکه احساس نیست دیگه، ما باید یاد بگیریم چجوری آدم ها رو قدرشناسی کنیم، چجوری دوستشون داشته باشیم، چجوری بهشون احترام بذاریم، چجوری دستور بهشون ندیم حالا چون زن منه این لباسو نپوش، خونه مادرت نرو، خونه ای پدرت نرو، اینو نکو. همش میخوایم امر رو نهی بکنیم. الان اینقدر کلاینت هایی هستن که با من در ارتباط هستن از ایران که اون به من میگه اونجوری میری مهمونی اون لباسو نپوش، اونجا میری این اینجوری نکن، با اون نخند. اصلا چطوری ما به خودمون اجازه میدیم برای یک انسان تکلیف، تعیین تکلیف برای یه سری چیزایی که واقعا یعنی شما اجازه میده خانمتون بهت بگه اونجا نرو، اینجا نرو، با اون حرف نزن، زیاد خونه مامانت نرو، وقتی میره اون شلوار رو بپوش، وقتی میره اون بلوز بپوش. وای چطوری که ما میخوایم همش دستور بدیم؟ خب رابطمون رو خراب میکنیم، آدم ها ناراضی میشن، احساس میکنن به اندازه کافی مورد تایید و علاقه نیستن که همش داره بهشون میگه چیکار کن چیکار نکن. اینا رو یاد بگیریم، یعنی توی ارتباط
عاشق بودن یاد بگیرید. عاشق بودن احساس نیست، فعل، یعنی عمل دوست داشتن رو نشون بدید. نه قربونت برم آی لوف یو هی برش نمیدونم قلب بفرستین و بکشین. عملتون چجوریه؟ ریسپکت میکنین، احترام بهش میذارین، ارزش هاشو زندگی میکنین و اونم ارزش های شما رو متقابلا خواهد کرد. حالا که شما روی خط هستین و میخواین اینجا یک در واقع فیدبک بگیرین، از من دارم فیدبک رو میدم. آنچه را که میخوای که برات انجام بدن خودت انجام بده، دوست داشتن رو نشونش بده. حالا که کمستری داری بهش محبت کن، احترام بذار. ما فکر میکنیم اگه مثلا صندلی رو تو رستوران برای خانم بکشیم، ای بابا پررو میشه. اگه بهش بگم دوستت دارم پررو میشه. من نمیدونم این چه فرهنگیه، نمیگم بهش که نشه. یا خانم ها یا آقایون فرق نمیکنه، فکر میکنن پنهان بکنن. دوست داشتم رو بسیار بگو و دوستت دارم رو بسیار بشنو. هر وقت که میبندی جونم بگو. میانه کلامتون خواستم که اگر که اون کمستری اولیه بین دو نفر وجود داشت، حالا شما داشتین در مورد دوست داشتن میگفتین، به نظر شما اون که خانواده ها در جریان قرار بگیرن باید چقدر زمان بعدش باشه؟ میبینین از نظر اصولی، ببینین اول خودتون مطمئن باشین. ببینین خانواده ها رو که درگه میکنین بعد به قضاوت خانواده ها اهمیتی وجود نباید بدین. شما یه آدم عاقل و بالغین، اونم همینطور. به مامانم بگم این نه اونجوری، خالش اون کارو کرده، نمیدونم، هم چیزی نیست. بعد از اینکه خودتون مطمئن شدین، دو ماه سه ماه در ارتباط بودین، مطمئن شدین که you are stable، یعنی محکم هستین، ثبات دارین، میخواین که این serious relationship داشته باشین، یعنی یک رابطه جدی تبدیل بشه به یک رابطه جدی. حالا شما در مرحله آشنایی هستین، حالا من بودم به مادرم بگم و اونم بوده، هم چیزی نیم. میتونیم بگم با یکی داریم میت میکنیم، ملاقات میکنیم، let it be، ببینیم چی میشه. در مثلا فاصله یکی دو ماه بالاخره میتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم، ولی آنچه رو که میخواه نشون بده. عشق فعله. همه آدمایی که الان دارن تلویزیون نگاه میکنن، عشق احساس نیست، فعل، انجامش بده. وقتی دوست داشتن رو ارائه میدی به خانومت، به شوهرت، به بچت، به دوستت، به همسایت، به آدمایی تو خیابون، دوست داشتن رو میگیری. چرا ما خستت میکنیم؟ بگیم بهشون، بیان بکنیم. جون دلم بخواه در این مورد من خیلی فکر میکنم بد باشم. حالا شاید تو ابراز مثلا گفتن و اینا هر روز مثلا نمیدونم گیتار نزنم، ولی کلا در کسی که دوست دارم خیلی وقت میذارم بهش، خیلی توجه میکنم، پیغام من خوشحالش کنم. ببین عزیزم، در این مورد حرف تو خیلی متینه. و فقط من نکته دیگه این که ایشون به من گفته که من تو این فاصله خواستگار برام پیش اومده، اینو شما چجوری تحلیل میکنین؟ خب دیگه انتخاب خودشه، ما انقدر جدی نیست، یعنی که ایشون میخواد منو محک بزنه. اما I don't know، مثلا من باید بهش بگم که ما زودتر جدیش میکنیم، یعنی که نباید بگم به من ربطی نداره. نه ببینید، من خواستگار دارم شاید یه تریک نمیدونم که حالا میخواد شما رو بسنجه که آیا شما اونو برای ازدواج میخواد. بگم آره، من وقتی دارم با شما در ارتباط هستم دارم برای یک سریوس ریلیشنشیپ، یه رابطه جدی دارم فکر میکنم. حالا دیگه شما اگر اونقدر از من راضی هستین، اجازه بدین یک ماه یه مدتی با هم دیگه، در چهار روزه دارین میشناسینش که فردا بیا خواستگاری من. نو چطورن دخترای ایرانی انقدر اعتماد به نفسشون پایین، فوری میخوان این بودو بیاد خواستگاری، اینجوری چشم بسته و نشناخته، این طلاق از کجا میاد؟ بزنین یه شناختی پیدا بکنین. فقط ازدواج کردن که مسئله نیست، ازدواج بچه طلاق، ازدواج طلاق، چطوره که همش میخوایم یه چیز رو پوش بکنیم؟ بی پیشن، صبور باشین، به قلبتون مراجعه کنیم، به ارتباطتون مراجعه کنیم، ببینین چقدر با هم دیگه. ببینین در اصول من وقتی میگم یک چیز مهمی که هست، در اصول پایدار و باثبات باشه. اصول چیه؟ مهر، محبت، صداقت، عشق، وفاداری، اینا چیزاییه که درستکاریه، اینا اصوله. در اصول باثبات باشه با همون خانوم یا خانوم با آقا،
در فرو، یعنی مثلا من این رنگو دوست ندارم، من این تیم فوتبال دوست ندارم، من اون نمیدونم سریال دوست ندارم، من اون برنامه رو دوست ندارم، اشکال نداره. نمیتونیم به زور بحث کنیم تو بیا همونی که من میخوام. اینا دیگه فروعه. در فروع فلکسیبیلیتی داشته باشین، یعنی انعطاف پذیر باشین، بگه حرف من اینه، حرف دارم شنیدم. پس بنابراین تیکر مواظب به خودتون باشین، من به خط دیگه توجه میکنم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. خوب خیلی داریم استفاده میکنیم. شما پشتین اول صحبتتون گفتی یه تکنیک میخوام یادتون بدم. آها بله بله. بعدم من منتظر اون تکنیک بودم. آفرین، خوب شد یا با خدا. آفرین، الان من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، به من نوتیس دادن. باشه، من تکنیکو بهتون یاد میدم. تکنیکش چیه؟ باشه عزیزم. ببینیم تلویزیون نگاه. حتما این کارو بکنید. تکنیک چیه؟ اینه که وقتی یکی میخواد پرخاش کنه به شما، انرژی های شما رو ساب کنه، از بالا به پایین داره به شما نگاه میکنه و میاد یه پرخاشی به شما میکنه، شما باید مستر رابطه بشین. مستر رابطه یعنی شما بتونین اداره کنین. مستر یعنی اداره کردن یک رابطه، رهنمود کردن یک رابطه. شما رابطه رو اداره کنین. اگر کسی فریاد زد، دلتون برای اون آدمی که فریاد میزنه بسوزه. به حرفاش توجه نکنین که به شما داره توهین میکنه. اون انقدر از درون پوسیده است، انقدر از درون واقعا داغون شده که داره خشمش اینجوری به روی شما میریزه. پس بنابراین برای اینکه بتونین اون رابطه رو ران بکنین، اون رابطه رو راهنمایی و هدایت کنین، اونی که فریاد میزنه ما میتونیم کاری نداره. ما میتونیم اگه فوش داد فوش بدیم، مثل زن و شوهری که میگن خانم دکتر فوش داد بهم، این خیلی آدم بی تربیتیه، من اصلا نمیتونم باهاش زندگی کنم. میگم خب فوش میده به شما، شما چی جوابشو میدین، چیکار میکنین؟ گفت من که نمیخورم ازش، فوش میده منم فوش میدم. میگه مادرت اون کار که خواهرت، منم همونا رو جواب. گفتم خب فوش بده؟ گفتم پس وقتی فوش بده شما هم داری همون کاری میکنی، پس حقت اینجا ضایع شد. همون کاری که اون کرده، مهم نیست اول کی کرده، یادتون باشه. مهم نیست که اول اون فوش داد، اول اون زد تو سر من بعدا هلش دادم، دیگه مهم نیست. اگر کار بدی انجام میشه و این همونو من انجام بدم، پس که حقی ندارم اعتراض کنم. منم همون آدمه